خب نگاهی به ساختمان‌های ویران شده در زلزله کرمانشاه در شهرهای مختلف این استان، ضرورت بررسی وضعیت ایمنی این ساختمان‌ها و اون چه که استاندهای بین‌المللی نامیده میشه رو بیش از پیش کرده. در برنامه امروز همراه میشیم با آقای مهندس جاوید شناسی از آمریکا تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. با سلام خدمت شما آقای شناسی، اولین سوالم این هستش که لطفا توضیح بدید علت گسترش خرابی ها در زلزله کرمانشاه و صفحات غربی کشور به این میزان به چه دلیل بوده؟ با سلام به شما و هموطنان عزیز و با عرض تسلیت به همه مردم داغدار شهرهای غربی کشور، امیدوارم اطلاعاتی که در اختیارتون قرار میدم مورد استفاده شما و هموطنانمون قرار بگیره. من مهندس صنعتی هستم، تخصصم در ایمنی و پیشگیری از خسارت هست. 40 سال تجربه در ساختمانسازی، پلسازی، جاده‌سازی، تولید مصالح و تجهیزات و تعلیم استفاده از اونا رو دارم. پیشگیری از خسارت از زمان طرح نقشه شروع میشه و بعد در مرحله ساخت باید مو به مو اجرا بشه و پس از ساخت هم باید هر ساله چندین نوبت بازرسی بشه تا امکان و اندازه خسارت به مینیموم برسه. خب توی این پروسه همونطور که میبینین، طراحی اولیه و انتخاب مصالح مناسب برای این محیطی که دوش داریم میسازیم خیلی مهم هست. توی منطقه زلزله خیز حتما باید محاسبه های لازم انجام بشه و تجربه های سازنده ها و مهندسین که قبلا اونجا کار کردن به طور وسیع از اون استفاده بشه. این کار یه علمه و علمیه که بسیار هم دقت لازم داره. تو ضریب های ایمنی هیچ وقت از کسری بودجه نباید چید. در واقع ارزونترین محصول در دراز مدت از یه طرح جامع به علمی به دست میاد ولا غیر. در مرحله ساختم هم علم و هم دقت خیلی مهمه، به علاوه درستکاری، و این شاید مهمترین بخش کار. درستکاری تو تهیه مصالح، درستکاری تو مقدار استفاده از مصالح و درستکاری در ادغام اجزای بسیار تعیین کننده. این همشون مجموعی هستن که اگه در نظر گرفته نشن، اون پروژه هر چقدر خوب طراحی شده باشه موفق نخواهد بود. سال بعدیم در رابطه با مسکن مهر در شهر سرپل ذهاب هست که گفته میشه برای گسل زلزله ساخته شده. می‌خواستم بدونم که اصولاً استانداردها برای ساختن پروژه‌های مسکن در این ابعاد، یعنی ابعاد بزرگ، و انتخاب چنین سازه‌هایی چی هست؟ با یه نگاه مختصر به عکس‌های خرابی‌های کرمانشاه و پل ذهاب به سادگی میشه دید که مصالح مناسب استفاده نشده. مقدار درست به اندازه کافی از مصالح استفاده نشده. اجزای مختلف برای ساخت ناهمگونه. مثلا از مقدار سیمان آجر کاملا مشخصا به نسبت درست استفاده نکردن. ضریب ایمنی رو حتی به کمتر از 50% نزول دادن. ضریب ایمنی استاندارد بین 95 تا 98%، یعنی فقط شما 2 تا 5% میتونین خطا داشته باشین. توی استانداردهای بین‌المللی حتی ساختمان‌های قدیمی، پل‌های قدیمی، اینا رو رتروفیت میکنن. یعنی چی کار میکنن؟ بازسازی مدرن با تکنولوژی پیشرفته تر و پایه‌های پل رو، پایه‌های ساختمان‌ها رو، حتی دیواره‌های خارجیشو با استانداردهای مدرن بازسازی و بازپردازی میکنن. خب مسکن مهر وقتی که طراحی میشد برای من معلوم بود که چی میشه. وقتی که به عکس ساختمان های مهر در موقع ساختش
که در حقیقت میتونم بگم آری از مهر بودن. نگاه میکردم، تصمیم گرفتم که با چند تا از دوستامون در اون زمان صحبت کنم که فکر میکردن اگه برن از این ساختمون ها بخرن استفاده خواهن کرد. خب تونستم با چند تاشون صحبت کنم و این کار رو نکنن، ولی اون یکی دو نفری که رفتن و خرید کردن این خونه ها رو خریدن، واقعا از کارشون پشیمونه. باهاشون تماس گرفتم و بهشون گفتم که ببینید، من قبلا بهتون که گفته بودم، حالا بایستی شما کلی دیگه هم باید خرج بکنین، تازه ممکنه که بتونین به 60 یا 70% برسونینش، ولی هیچ وقت به 98 یا 95 یا حتی 90% هم نخواهیم تونست برسونیم. این ضریب ایمنی توی خیلی از کارا خیلی تعیین کننده است و حتی شرکت های بیمه ساختمون هایی که ضریب ایمنیشون پایینه اصلا بیمه نمی کنن و یا حق بیمه های خیلی کلان ازشون می گیرن. توی بعضی موارد این ساختمون ها که خب نسبتاً هم جدیدن دیگه، از ضریب ایمنی 25% و یا حتی کمتر برخوردارن. خب ایران کشوریه که معماریش خیلی قدیمیه. نماهای تاریخی ما چندین صد ساله که تو اصفهان و چندین هزار ساله که تو شیراز و اقصی نقاط کشور در برابر همه حوادث طبیعی و غیر طبیعی، زلزله، سیل، باد، طوفان مقاوم بودن. یعنی اگه درست ساخته بشن شاید بشه گفت ما بهترین سازنده ها رو تو دنیا داریم. بهترین تکنولوژی های قدیمی که همین الان هم دارن از همون تکنولوژی ها، منتها با وسایل مدرن تر، از همون اصول با وسایل مدرن تر استفاده میکنن. در ضمن با چند تا از مهندسین جدیدی هم که خب از ایران میان اینجا یا برای ادامه تحصیل میان یا برای اقامت میان تماس گرفتم، اکثرا خیلی باسواد، مجرب و ناظران بسیار خوبی هستن. شاید بتونم بگم بکرد بهترین ناظران دنیا هستن. وقتی میان اینجا کار میکنن همه از کارشون بسیار راضی هستن. پس ما معلومه که کمبود تجربه و تخصص نداریم. تنها چیزی که باعث میشه که یه همچین ساختمونایی بریزه توی با یه زلزله که واقعا به نسبت زلزله های مثلا مکسیکو سیتی یا شهرهای دیگه آنچنان زلزله بزرگی نبوده، ولی با وجود این ساختمون ها خرابی که به بار آورده و در ضمن تلفاتی که به بار آورده چندین ده برابر استانداردها و معیارهای بین‌المللی. خب شما فکر میکنید علت این که رژیم استانداردهای بین‌المللی در مورد ساخت و سازهای جدید رو رعایت نمیکنه چی هست؟ من مطمئنم که اگر غارت‌های این نظام هرج و مرج نبود تلفات از یک دهم هم کمتر بود. خب از یه طرف هم که سپاه پاسداران که فقط مسلماً از جیب خودش پاسداری میکنه وارد پروژه ساختمانی میشه و معلومه که نمیذاره بازرس ها درست و صحیح کار بکنن. اینا حتی توی رسانه های خود ارگان های دولتی هم تو رسانه ها فکر میکنم توی یکیشون به اسم رکنا دیدم که واقعاً اینا اصلا از نه تنها مساله خیلی کم استفاده کردن، مساله درست استفاده نکردن، کم هم استفاده کردن. یک سوم یا یک چهارم اون نرمی رو که در ایران در همون زمان ساختمون را داشت ساخته می شد خواستن خرج این ساختمون ها بکنن. خب چیزی هم که اینجا هست فقط دزدی نیست، غارته، چپاوله. معلومه که به طرح، به مساله، به همه چیز از زاویه غارت نگاه میکنن و فقط هم اگر دزدی میکردن اینجوری نمیشد. چون دارن غارت میکنن همه چیزو دارن میبرن و خب جون مردم هم که ارزشی براشون نداره، نتیجه همین میشه. این نظام در حقیقت میتونم بگم این بی نظمی و این هرج و مرج
حاضره که تمام دنیا رو تا نفر آخر نابود کنه تا به مقصود خودش برسه، تا جیب خودش رو پر کنه، تا بتونه به زندگی ننگینش ادامه بده. اسمشو میخوان هر چی بذارن، هیچ فرقی نمیکنه. این ساختمون ها عاری از مهرن. و سلام. بله، با تشکر از شما که در این گفتگو شرکت کردید. گفتگوی بود با مهندس جاوید شناسی از آمریکا در مورد وضعیت تخریب ساختمان ها در زلزله کرمانشاه.